جوان افغانستانی میاد توی ایران، ایرانی ها چاقو میکشن، روش چاقوش میزنن، واشش میدن، میگه تو چرا افغانستانی نمیری کشور خودت، کشور ما ایرانو تو چرا تنگ کردی، چرا موندی ایران افغانستانی، برو کشور خودت. خود مردم افغانستان که زیر بار هزاران مشکلت جنگ و انقلاب خودشونو ول کردن، دارن حمایت میکنن از همدینی خودشون فلسطین. جدید اسرائیل مقابل که وادریدن من نمیتونم ادامه بدم، من واقعا دیگه واقعا نمیتونم ادامه بدم، واقعا مردم افغانستان منو شرمنده کردن، واقعا منو خجالت زده کردن که اینقدر مردم افغانستان غیرت و غرور دارن نسبت به مردم ایران و خاک ایران. به همون نسبت ما اصلا بی اهمیتیم نسبت به خاک ایران. ما واقعا شرمنده شدیم. افغانستان واقعا مردم دلپاکی داره، واقعا قلبشون رعوفه، واقعا من همیشه میگم معذرت. اینقدر که مردم افغانستان به فکر ایران هستن، ما ایرانی ها به فکر ایران نیستی. Hey what's up, my name is PXPY. خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب لالا پاشاتون. اینجا مدیای اتحاد تمامی فارس زبانای دنیا است. هر کجا مرز کشیدن بیاید پل بزنیم، حرف از تهران و سمرقند و کابل و دوشنبه بزنیم. بچه در این ویدیو اصلا یک ویدیوی چی بگم بچه، اصلا ایرانی ها خجالت باید بکشن. ایرانی ها از این وضع، از این مصاحبه، از این صحبت های مردم افغانستان باید خجالت بکشن، آب بشن توی زمین. کشور ایران کشور ماست، ولی مردم افغانستان بیشتر از ما ایرانی ها غیرت دارن روی ناموس و خاک وطن ایران. مصاحبه کردن از مردم افغانستان، ازشون پرسیدن رنسرتون راجع به این قضیه حمله ایران به افغانستان، حمله ایران، خدا نیاره خدا زبونم گاز، حمله ایران به افغانستان اشتباه گفتم، حمله ایران به اسرائیل، اسرائیل بک داده، حمله بک، اتک بک زده و ایداستانو ببینیم نظر مردم افغانستان چیست. قبل اینکه این ویدیو رو بریم با هم دیگه ببینیم، لطفا کانال من سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم روشن کن، ویدیو رو هم لایک و کامنت کن، آی دی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کن. بریم ویدیو رو ببینیم که مردم افغانستان چی میگن. Are you ready؟ بیشتر باشو هاپ رو زخپلا چون توی مگه چه تمات زمینه ای زخپلا زند پوری واسکر ترم موتربم جورم زند تا انشالله تا استشهادی مالیات کن سرب مسلمانان دیپاده باده چی با فرچه. من متوجه نشدم و خیلی به زبان قلیزه نمیدونم پشتو یا هزاری صحبت کرد، متوجه نشدم، فقط شنیدم گفت کوتمو میپوشم موتورم روشن میکنم، نمیدونم دقیقا ایجا چی گفت. لطفا بگین دوستان عزیز، لطفا لطف کنید جدا از لایک و کامنتی که میکنید، اشتراکایی که میذارید ویدیو رو، یه سری جاهایی که متوجه نمیشم و سوال همیشه توی ویدیو واسه من پیش میاد شما حتما به من بنویسید، ممنون دارشون میشم. و خیلی هاتون هستم قاطی کردم، خیلی اصلا این قضیه بحث اومد که فهمیدم افغانستانی ها نسبت به ایرانی ها به ایران و خاک ایران غیرت دارن، اصلا من خجالت زده شدم. پیش خودم گفتم پاشا تو کجای کاری، تو کجای کاری پاشا، منی که این همه دعا میکنم صلح و داستانا، الان میبینم افغانستانی اینجور ادای حیثیت میکنن نسبت به ایران، اصلا شرمنده شدم و هول کردم. بنویسین پس چی میگن اونایی که به زبان پشتو یا دری و هزاری صحبت میکنن، بنویسین که چی میگن. این همین تصویر موشکایی که قروت هم گرم همین کار کده خوبش کده که زدیش پس کار ایرانه، کار خوب شایسته، کار خوب شایسته ما میم چشمش حمایت میکنن همه از این قضیه، همه از این قضیه حمایت کردن بچه. ولی خب من به همین دلیلی که دوست ندارم انسانی روی کره زمین در اثر تصمیم مثلا دو تا رهبر، دو تا رئیس جمهور بمیره جانش از دست بده، جای اینکه با هم دیگه صلح کنن و آرامش داشته باشن و زندگی بر اساس معیارهایی که هر دینی داره، که هر دینی معتقدی بالاخره منجی میاد، اسلام شیعه میگه مهدی میاد، مسیح میگه مسیح میاد، یهودی میگه مشی میاد، هر کسی یه عقیده‌ای داره دوست دارم، چرا باید صبر کنن رهبران تا اون موقعی که منجی بیاد؟ چرا خودشون نمیسازن این جهان؟ چرا خودشون بهش رو نمیسازن توی دنیا؟ این همین ترکشی که از ایران افتاده تو اسرائیل، آسمان اسرائیل رو ببینید، موشکا، جنگنده ها، پهبادا، ایران
ولی گنبد آنیون بچه خیلی ناجور زد دفاع کرد. یه چیزی بود واقعا. زد یکی یکی تو هوا. البته اینم بگم فقط اسرائیل نبود، آمریکا و کل ناتو حمایتش کرد. بگن اسرائیل به تکی بود که حریف ایران و افغانستان نمیشه. شما من ایسا یک جوان چی پیام داری؟ حالا پیام ما ایست که باید اسرائیل نبود. ایش شیرمرد رو نگاه کن. ای دیگه واقعا رم نداره. رهبر ایران دیگه اسرائیل رو بخشیده، گفته آقا دیگه جنگ موشک دیگه فعلا بی خیال اسرائیل آتش بس. ولی جوان افغانستانی میگه باید بزنیم نابودش کنیم. این واقعا رحم نداره. خب این چرا رحم نداشت؟ او مای گاد. ببینید آسمان اسرائیل. بچه حالا توی فیلم ها خودمون نگاه میکنیم، اونی که مثلا توی خود اسرائیل بود موقعی میدید موشک داره میاد خودشو خیس میکرده. بچه واقعا نترس. میگی آقا اسرائیل میگه گنبد آهنین داره، یک موشک و کروز و مروزی نمیتونه نفوذ کنه، ولی آدم پیش خودش میگه حالا خدا رو چه دید، شاید تیر او گنبد آهنی تموم شد یکی اومد. خیلی وحشت داشتن مردم اسرائیل. خودت مقام والای های اسرائیلی رفته بودن توی پناهگاه 30-40 متر رفته بودن زیر زمین. بچه سخت ظلم شروع در جنگ فلسطین که آخه سخت ظلم شروع در جنگ فلسطین که چه صداش قشنگ شد بچه. واقعا افغانستان نوای زیبایی داره بچه، یعنی از لحاظ ادبی و فرهنگی نسبت به ایران به جرات میتونم بگم که خیلی جلوتر از ایرانه. اصلا از لحاظ ادبی اصلا توی درساشون توی مدرسه هاشون کتاب حافظ دارن بچه. ما مثلا توی دوره مدرسه همون 15-16 سالی که مدرسه بودیم توی درسای ادبیاتمون شاید سر جمع نهایت 7-6 تا شعر حافظ و بچه ها واسه ما نوشتن توی کتاب های حفظ کن. ولی مثل که توی دوران مدرسه افغانستان کتاب حافظ، یعنی حافظ چی بوده بچه ها؟ کتابش گلستانه، گلستان که مال سعدی بوده، مثنوی معنوی مال حافظ بوده، نمیدونم این تدریس میشده کلا توی مدرسه ها. بچه ها اینه جنگ، تبعات جنگ اینه بچه ها. ویرانی رو ببینید اینه بچه ها. من از همین ها میترسم واقعا، واقعا از همین ها میترسم. تصورش سخته بدونم که به دلیل این میترسم بچه ها. من واقعا یه ذات همزاد پنداری دارم، یعنی یک فرد گرسنه سومالی آفریقایی رو ببینم که بچه داره گرسنه، اصلا انگار خود من، انگار یکی از آشناهای من، انگار پاره تن من داره گرسنگی میکشه. وقتی میبینم یک دشمن اعظم ایران و افغانستان، خب دیگه الان همون آمریکا و اسرائیل دیگه، یعنی خود ویدیوهایی که اسرائیل و آمریکا میذارن که یکی از سربازاشون یا یکی فرد عادی، مرد عادی توی کشورشون زیر آوار و بمب خورده، تازه اونا که دشمنای من هستن، من میبینمشون تنم اصلا به لرزه میفته بچه‌ها. ذات من اینجوریه، تعامل ندارم. اینم برمیگرده به خاطر علاقه و عشقی که به خدا دارم، چون این بدن خانه موقت روح و جان خداست که درون این بدن ما دمیده. الان من نیستم بچه ها، تو نیستی. این بدن، این زندان روح خدا داره با هم دیگه داریم الان ارتباط برقرار میکنیم. باید پس به مرحله ای از وادی های عطار و سلوک خدا برسیم که وصشیم، فناشیم در خدا. در ویدیوی قبلیم که ترانه مشترک احمد زاهر گوگوش بود، حتما برید ببینیدش، راجع به این قضیه مفصل صحبت کردم، پس حتما از دستش ندید. بچه ببینید مردم افغانستان باز چقدر حمایت میکنن برادران خواهران مسلمان و همدینی خودشون. الان توی خیابونای ایران برید شما به راجع به فلسطین سوال کنید، همه بد میگن بچه‌ها، میگن این همه هزینه میکنه دولت واسه مردم فلسطین و فلان و چلان و الو بلو. ولی ببینید افغانستانی ها چقدر طرفدار فلسطینن، چقدر دوست دارن حمایت کنن. یه سری هاشون گفته بودن ما الان خودمون میخوایم بریم جنگ اونجا شهید بشیم.
سلام و مهر، سلام و مهر خدمت یک و یک شما عزیزان. امیدوار هستم که جور و ساعتمند باشید. آیا همه صحبت که تازه شد سلام که تو بزنی بچه ها مصاحبهش بیاد بچه ها. چه بارونی هم میواره که اون سرک که میبینی به طرف سرای شازان آمدیم که این مصاحبهش جان جان خودت از امنی عملی ایران بالای اسرائیل خبر داری نداری؟ خبر لرم بچه یه واژه‌ای از بالایه میگه از این حمله ایران بالای اسرائیل خبر دارید؟ این بالا به چه معنیه؟ یا مثلا یه جایی آخوند میگفت وظایف زن بالای مرد یا بالای وظایف مرد نسبت به زن، این بالای به چه معنی؟ این خیلی واسه من توی ویدیو سوال بود، اگه میدونی حتما به من بگیدش. تیر او راز لکچه ایران اسرائیل بانیم تکرد او رفت تبلیغ خب دوستان عزیز دو موقعی که این تبلیغ تمام شد لطفا همین الان لایک رو بزن، همین الان یه لحظه ویدیو رو کوچیک و تصویرش رو لایک رو بزن، کامنت هم بذار و اگر ویدیو درخواستی داری حتما واسه من کامنت کنید که ریاکشنش میرم بچه ها بندی دو قولی و این الحمدلله که امارت اسلامی تایید کرده اونا رو گفته که گمله مشروع بوده به خاطر دفاع از مظلومین بوده. طالبان هم 100% پشت ایران بوده، حمایت ایران کرده بچه، به حرف هم نیست. مثلا افغانستان میگه، طالبان میگن ما حمایت کردیم میکنیم این حمله رو، اینجور نیست فقط به حرف باشه. یعنی چی وقتی حرفشو میزنه؟ یعنی اگرم اسرائیل بخواد حرکتی بزنه ما پشت ایران هستیم، یعنی در عمل هم هستیم فقط به حرف نیست. خودت من نیست یک جوان، من نیست یک مجاهد چی هست زمان نظر خود ازوان پیز دی مسلمان پیز داده نزخ پلم دیر سخ خوشحاله این پیوندی نو کچر تا دمونگا تم لار اخلاس شی و لار روی عربی ملکون مونگتا لار راک چه قشنگم عربی حرف میزنه بچه. حالا چون من این زبون بند خدا رو متوجه نمیشدم میزنم یه ذره جلو، یه ذره میزنم جلو بذار ببینیم اینا چی میگن. بگه لطفا چی میگن. سادات صد ما امروز آمدیم امی نظریات مردم خود هم میخواییم درباره امنی ایران بالا اسرائیل بدن بالا اسرائیل بالا خوب یک امنی خوب بوده بخاطر از اینکه از مسلمان های فلسطین مایت میکنه خب سر کار خوب است و یکی س... واقعا بچه ها خیلی حس انسان دوستانه ای دارن افغانستانی و مردم افغانستان. Oh my god. اون وقت یه جوان افغانستانی میاد توی ایران، ایرانی ها چاقو میکشن روش، چاقوش میزنن واشش میدن، میگه تو چرا افغانستانی نمیری کشور خودت، کشور ما ایران رو تو چرا تنگ کردی، چرا موندی ایران افغانستانی، برو کشور خودت. اینم جواب افغانستانی ها، حمایت از برادر همدینی خودش. واقعا ما ایرانی ها چرا اینقدر نجات پرست شدیم؟ از کی تا حالا ما ایرانی ها اینقدر نجات پرست شدیم؟ برمیگرده خانومه میگه توی اینستاگرام، خب من ویدیو زیاد میذارم راجع به اومد افغانستان توی کانال پیج پاشا ریاکشن، خانومه برمیگرده میگه تو برا چید حمایت میکنی افغانستانی ها رو؟ پسر من بیکاره، افغانستانی ها توی کوچه محله توی سرصف نونوایی میرید، 10,000 تا افغانستانیه، افغانستانی کار پسر من و برادر من رو گرفته. میگم مادر جان پسر تو اگه ارزه داشته باشه میره یه سر کار درستی، یه کاری هم که افغانستانی های عزیز میان توی کشور انجام میدن میرن سر کار کارگری بنایی توی لول آخر کار، کار توی ایران. خدا کنه پسر تو استعداد داشته باشد بره دکتر مهندس بشه، پسر تو اگه کاری بود کار رو پیدا میکرد. بهانه نگیرین، این همه نگی ناامنی آوردن افغانستان، یکی حالا تو هر 1,000 تا یک خرابی هم پیدا میشه، نباید همه رو بر اساس اون قضاوت کنی. مادر من، عزیز من، دلبر من، قضاوت کار ما نیست، قاضی اصلی خداست. مادر من تو رو خدا ببینید
غیرت افغانستانی ها رو نسبت به خاک و ناموس ایران شما ببینید، بر اساس اینها قضاوت کنید افغانستانی ها رو، نه بر اساس دوتا افغانستانی ها شر و شور. اسرائیل در خاک ایران و در خاک ایرانی در سوریا سر سفارت ایران چیز کده بود، حمله کده بود، با خاطر جو بازور دادم. خبیه همینجا هم که حمایت کرد، حالا بذار بریم نظرش چیه دقیقا بگه، ببینم حس و حالش چیه، مثلا ببینم دقیقا هم به زبان بیان میکنن اگر اتفاقی بیفته خودشون پشت ایران میرن توی میدان جنگ. کافرها دیگه او جرات پیدا نکنه که مسلمان ها را اذیت کنن و مسلمان ها را شهید بسادن چیز کنن. ساعتوان خوب است انشاءالله. حالا بریم جلوته، حالا بند خدا رو بچه ها نگاه، هم یه حالت تیپ شیخی دارن، روحانیو دارن، کلا دارن و شال گردن دارن و بریم بزن. ساعتوان هستی، بخیر هستی، اگه خدا بر ما معرفی کنی. خبا جان مومد. خبا جان مومد، از عمله ایران بالا اسرائیل خبر داری؟ خبر نداریم، خب بزن کم کم دیگه. جمعه محمد، بچه شده یه سوالی که همیشه واسه من پیش میاد، توی افغانستان اسامی ایام و هفته رو میذارن روی مردم، مثلا ایام گفت جمعه محمد، یعنی یه عادت عادیه دیگه، درسته؟ مثلا شنبه یک شنبه، چون یه سریالایی که توی ایران داشت افغانستانی مثلا اونجا بازی میکرد اسم شنبه یک شنبه دو شنبه، حالا نمیدونم واقعا این قضیه هست و از کی این قضیه اومد توی فرهنگ افغانستان، چون اسم ایام هفته واسه من بسیار سوال بود، واقعا است بسیار سواله. و یه سری ها که میدونم من راجع به افغانستان ریاکشن میرم همیشه از من میان سوال میکنن قضیه چیه، اینو حتما به من بگید که خوشحال میشم. خب من هست یک مسلمان، شما چی فکر میکنید؟ کار خوب بوده بد بوده چطور است؟ کاری که اسرائیل میکنه که معلوم داره است که چندین سال از دومدی سر مسلمان ها ظلم استبداد روان است. همه دارن رو همین قضیه صحبت میکنن، همه دارن از عبور اسرائیل از این خط مانع حصار قرمز دورش دارن صحبت میکنن، از فراتر رفتن از حد خودش دارن صحبت میکنن، همه میگن کار خوب کرده. خدای من دارم شرمنده میشم، واقعا دارم شرمنده میشم. حالا بذار بریم گروه دوستان با هم دیگه چی میگن. بچه اون نحمه کرید بخیر و رزی کرد. نظر شما منعیسه مسلمان چیست؟ دا دې مسلمانان د کور ډېر ښه زیری ده، دوی په اسرائیل باندې حمله کوي ځکه اسرائیل چې د اسلام مسلمانان دي او د اسلام په اتفاق او وحدت باندې دلالت کوي چې دوی د اسرائیل په مقابل کې ودرېدل. او دا من نمیتونم ادامه بدم، من واقعا دیگه واقعا نمیتونم ادامه بدم. این حمایت رو میبینیم که افغانستانی ها بیشتر از خود مردم ایران دارن حمایت میکنن ایران و ناموس ایران، من دیگه واقعا شرمنده شدم، من نمیتونم ادامه بدم اینجور حمایت میکنم برادر همدینی خودشونو. حالا فلسطینی ها که دیگه همزبان فارسی که دیگه صحبت نمی کنن. شما ببینید چقدر اینا مردم دارن همزاد پندارن که برادر همدینی خودشون، این مظلوم فلسطین، خود مردم افغانستان که زیر بار هزاران مشکل جنگ و انقلاب خودشونو ول کردن، دارن حمایت میکنن از همدینی خودشون فلسطین، همزبان هم تازه نیستن. یاد بگیرید ایرانی ها. انسانیت رو یاد بگیرید، رنگی از انسانیت یاد بگیرید.